درود بر شما دوستان و همراهان تاپتن فارسی. من امروز میخوام درباره یک موضوع که بیشتر ما به صورت سینه به سینه و اکتسابی در باورامون گنجانیده شده و ما هم کورکوران اونا رو قبول کردیم و در صدد رفع افکار پوسیده و غلط برنیامدیم میپردازم. امیدوارم به در زندگی تک تک ما بخوره. اگر جنگ‌هایی که بر اثر جهل در اونا درگیریم کنار بذاریم، در کشورهای منطقه ما روزانه صدها نفر به عناوین مختلف مثل تصادفات جاده‌ای، حوادث در محیط کار و یا در خانه‌ها و ده‌ها مورد دیگه جونشون رو از دست میدن و یا اینکه دچار معلولیت میشن. حتی تو بیمارستانا و مراکز درمانی ده‌ها نفر بر اثر اشتباه و یک کوتاهی به مرگ بوسه زده و یا اینکه برای تمام عمر دچار نقص عضو و مسیر زندگی اونا تغییر میکنه. و ما در مقابل این همه ناامنی که خودمون برای خودمون درست کردیم فقط یک جواب داریم: مرگ دست خداست. سرنوشتش این بوده، قضا قدر بوده، چشم خورده و یا ده ها بهانه دیگه. ولی از دلایل اصلی مسبب این فجایع که توسط خودمون ساخته شده تفره میریم و سعی میکنیم این بلایا رو با دور زدن راه های صحیح و اصلی رفع کرده و یا کم کنیم. ولی با کمال تأسف آمارها نشون میده نه تنها این حوادث و بلایا کم نشده، بلکه هر سال که میگذره بیشتر از سال قبل شده است. من ایران خودمون رو مثال میزنم. ما هر روز میلیون ها تومان از پولامون رو برای صدقه و رفع بلا و تغییر سرنوشتی که برامون نوشته شده خرج میکنیم. صدها گوسفند رو برای رفع همین بلاها در معابر عمومی و جلوی چشم بچه ها سر بریده و با این کار فقط خشونت رو در جامعه خشن خودمون ترویج میکنیم. اشتباه نشه، کمک به محرومان و نیازمندان و انجام کارهای خیر و خداپسندانه به هیچ وجه کار بدی نیست و در تمام کشورهای پیشرفته جهان هم رواج داره، ولی فقط برای کمک به هم نوعان انجام میشه و نه برای تغییر سرنوشت و یا رفع بلایا. چطور ممکنه شخصی با یک ماشین معیوب وارد جاده بشه و با سرعت غیر مجاز حرکت کنه و خیالش راحت باشه که چون صدقه داده و یا گوسفند کشته سالم به مقصد میرسه و هیچ اتفاقی اونو تهدید نمیکنه؟ این اعمال ذره‌ای بهبود در وضعیت اسفناک مرگ و میر و از اون بدتر معلولیت‌هایی که یک عمر گریبان بعضیا رو می‌گیره ایجاد نکرده. اما هر وقت کمی شرایط ایمنی در یک جاده رو بهبود یا امنیت کاری کارگران یک کارخانه و یک کارگاه ساختمانی رو بهتر می‌کنیم، کلی از آمار مرگ و میر و معلولیت‌ها کم میشه. مثلا شما کشور آمریکا رو در نظر بگیرید. تعداد اتومبیل‌ها و کارخانجات و محیط‌های کاری در این کشور بی‌نهایت بالاست. مردم آمریکا هم نه صدقه میدن، نه گوسفند رو با اون حالت فجیع جلوی چشم کودکان سر میبرن و نه نذر رو دعا میکنن و بلایایی که به سرشون میاد رو به گردن خدا و سرنوشت نمیندازن و خودشون مسئولیت اون رو قبول کرده و در صدد رفع اونا برمیان، که البته خیلی بیشتر از ما موفق بودن. همه ما میدونیم که خداوند همه انسان ها رو آفریده و به اونا عقل داده تا از خودشون مراقبت کنن و درست نیست که ما مسئولیت کوتاهی ها و بی برنامگی های خودمون رو به گردن خدا بندازیم. مگه خدای کشورهای پیشرفته با خدای ما فرق داره؟ و یا اینکه خدا بین بندگانش تبعیض قائل میشه؟ نه، اینطور نیست. اونا از عقلی که خدا بهشون داده استفاده میکنن و ما عقل رو دور میزنیم و به یک مش باور که ما رو از راه اصلی پرت و به بیراه میبره چسبیدیم. دوستان عزیزم، خدا بزرگتر از این حرفاست که بین بنده‌هاش فرق بذاره. تنها تفاوت بین ما اینه که اونا از عقلی که خدا بهشون داده کمال استفاده رو میبرن و ما عقل رو گذاشتیم تو گنجه و در اون رو قفل کردیم. هر کس هم بخواد در گنجه رو باز کنه باهاش مخالفت میکنیم و فقط از عقاید و باورهای غلطی که سینه به سینه بهمون منتقل شده پیروی و تغییر در اونها رو غیر قابل قبول میدونیم. اینو بدونید که خداوند بندگانی رو که برای بهتر زندگی کردن از فکر و عقلشون استفاده و به پژوهش دست میزنن بیشتر دوست داره و اونا رو در پیشرفت علم و دانش که در اصل خدمت به بشریت جسورتر و تواناتر میکنه. امیدوارم یک روزی همه ما مردم فارسی زبان و فارسی دان در هر کجای دنیا که هستیم عقلانیت رو سرلوحه کارامون قرار بدیم و جهل و نادانی رو از زندگیامون بیرون بندازیم و نتایج پربار عقلانیت رو به چشم خود ببینیم. به امید اون روز. نابود با جهل و نادانی که نتیجه جز جنگ، نژاد و قوم‌پرستی، بیماری، معلولیت، عقب ماندگی و حتی مرگ و ده ها موزل دیگه برامون نداره. زنده باد عقلانیت که اگر وجود داشته باشه انسانیت هم وجود خواهد داشت. زنده باد انسانیت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.